قرص مثلا میتونن تریتمنت بکنن، همش فکرم اینه، یعنی هیچ وقت فکرم به جای بد نمیره، هیچ وقت مجسم نمی کنم که مثلا او ممکنه که 2 هفته دیگه نباشم یا 4 هفته دیگه. بله، شما شبانه روز چیزی که مجسم باید بکنید اینه که سلامتین و سلامت‌تر میشین و مرتب حتی مجسم کنین که سلولای سرطانی، نه اینکه باش بجنگین، اونا کم کم از بدنتون دارن خارج میشن. انقدر اینها این ایمیجری در مورد یادم حدود 15 سال پیش من یه کورس 6 ماهه برداشتم، خیلی جالب بود که بهش میگفتن ایمیون و ایمیجری، که از همون رشته هایی که بود که توش من تحصیل میکردم سایکو نورو ایمیونولوژی بود، که چقدر با قدرت تجسم ما میتونیم این کیلر سل های خودمون، یعنی تمام کل سلولای خودمون و اون مایکروفاژا و به طور کلی تمام این سلولا رو میتونیم قدرت بهشون بدیم و میتونیم سلولای سرطانی رو هی ضعیف‌تر کنیم و اونا رو بیشتر، سلولای خودمون رو بیشتر قوی‌تر بکنیم که این بهتر بتونه انجام بگیره. و خیلی از ریسرچ ها و چیزهای دیگه هم انجام شد که واقعا نشون میداد که چقدر اینها میتونه تاثیرپذیر باشه. به هر حال اگر دوست داشتین تماس بگیرین با مطب، من حتما در خدمتتون خواهم بود تا اونجایی که در قدرتم باشه. من هیچ پیشنهادی میکنید ببخشید در مورد اینکه چی بخورم بهتره یا چه چیزی الان نخورم؟ کلی اگر بخوام پیشنهاد بکنم، احتمالاً شما از فرآورده های حیوانی به نظر من کاملا فعلا دوری کنید، یعنی از لبنیات و گوشت و تمام اینا دوری کنید یه مدتی، سبزیجاتتون رو برسونید به مکسیموم، هیچ حدی برای سبزیجات نذارین و به صورت آب سبزیجات، به صورت خود سبزیجات، به صورت پخته، به صورت خام، به صورت سالاد، به صورت بخار شده و به صورت سوپ استفاده کنین. میوه‌جاتتون رو بخورین ولی محدودتر، هیچ چیز شیرین نخورین، آب میوه هم نخورین، چون اون هیچ چیز شیرین، هر چیز شیرینی سلولای سرطانی میتونه فیدش بکنه. و نون هم کمتر بخورین، به جاش برنج بخورین. اینا چیزای کلیه که من میتونم بهتون بگم. آب، مصرف آبتون باید آب سالم باشه و آب زیاد، به جز آب هیچ گونه نوشیدنی دیگه نخورین، حتی شاید آب مقطر برای شما بهتر باشه، distilled water. جزئیات بیشتر رو وقتی که تماس گرفتیم میتونم برای شخص خود شما بگم بهتون. بله. ببخشید، فقط یه سوال، تکرار این برنامه دو بار دیگه تکرار میشه. یک بار ساعت 8 امشب چهارشنبه، یعنی به وقت لس آنجلس 8 امشب، و به وقت انگلیس. الان شما ساعت چند اونجا؟ الان ما ساعت 8:30 شب ما. 8:30 شب شما. اما جان میتونی تبدیل کنی؟ من ماشین حساب نه. 8:30 شب شما. شما الان فکر کنم 7-8 صبحتون میشه. فردا 7-8 صبح. بعد اجازه بدیم من میذارمتون روی هولد. بچه ها بهتون قشنگ توضیح میدن که ساعتهای یه بارم یک شنبه ساعت 12 ظهر ما هستش که فکر میکنم میشه همین حدودای یک شنبه شما. بله. که 8 شبتون باشه. گوشی خدمتتون باشه. بله، 8 شب. خیلی ممنون در هر صورت. خیلی خواهش می‌کنم. متشکرم از لطفی که کردین و خواهش می‌کنم. عزیزم. ایده تو دادین. خواهش می‌کنم. قربان شما. حتما تماس بگیرید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. قربان شما. خدا. برنامه شفا بفرمایید. الو. جونم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. سلام از بنده است، بفرمایید. آقای دکتر، واقعا خودتون هستی؟ بله عزیزم. آقای دکتر، من مدت 1 سال که این ناراحتی ها رو گرفتم، یکی که صبح از خواب بیدار میشم توی بدنم شدیدن میلرزه، انرژی اصلا ندارم، خسته هم کامل میخوابم، همش احساس میکنم خستم، میخوام بخوابم و از همه بهتر تپش قلب خیلی زیادی دارم که هر آن فکر میکنم الان میخوام قش کنم ولی نمیکنم. 1 سال اینجوری شدی؟ گرفتم، به هم B12 دادن، گفتن افسردگی هم هست، بله، کیوتن دادن، قرص فیش اویل گفتن بخورم، تامین ای میخورم، دی میخورم، ولی هیچ اثری ندیدم. دوباره یه دکتر دیگه رفتم، به من گفتن بالرین رود به هم دادن، بعد دکتر روانشناس رفتم به من اتیوان دادن، گفتن هر وقت این ترس و وحشت و استرابو میگیری این اتیوان بخور. میخورم، فقط منو میندازه، خوابم میکنه، بیهستتون میکنه، بیهست حالت به هم دست میده.
دیگه واقعا خسته شدم، اصلا نمیدونم چیکار بکنم و میخوام اینم خدمتتون بگم که با عرض معذرت البته میگم خیلی هم مخالف بودم با داروهای گیاهی، چون واقعا انقدر گفته بودن بده و نمیدونم اثرای بعدی داره و اینو داره اینو داره، تا یکی از دوستای من زنگ زدن به من گفتن که بابا اینا که خوردی شاید اثر نذاشته بهت، دکترای هستن که میتونن کمکت بکنن، بیا برو تصمیم بگیر برو این قرصا رو بخور. من رفتم یه دکتری یه خانمی رفتم خدمتشون به من از این هموپاتیا دادن، اینا رو هم خوردم باز اثر نکرد، ولی واقعا دیگه اصلا آقای دکتر الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هم والریم رود خوردم هم دیشب اتیوان خوردم، ولی قلبم واقعا درست حلقم اصلا میاد بیرون، ضربان قلبم اینقدر میره بالا بعد یهو میکوبه میاد پایین، خیلی ناجور، فشار خونم میره بالا، که دکتر فشار خونم رفتم الانم قرص فشار خون میخورم 5 میلی گرم 2 میلی گرم صبح 2 میلی نیم گرم شب، ولی دیگه مستحصل موندم که واقعا چیکار کنم. الان چند سالتونه شما؟ کمک بگیرم اگر. الان چند سالتونه شما؟ جانم من 55. چند وقته که یائسه شدین؟ آخرین حمله ای که داشتم پارسال بود، تا همین ماه فوریه بود، ولی قبل از اونم همین گور گرفتگی رو داشت، گور میگرفتم خیلی شدید. اوکی. الانم روزی 3-4 بار گور خیلی شدید میگیرم به طوری که آب عرق میشم اصلا. اوکی. و هورمونم نمیخوام بخورم آقای دکتر. شما سیستایی تو سینم داشتم الحمدلله الان گفتم خطری نداره خوبه و اینو آبش کشیدن بیرون آزمایش دادن هیچی نبوده. هیچی نبوده نه چی بوده ماهیتش چی بوده؟ هیچی نبوده یعنی چی؟ هوا که نبوده که، چی بوده ماهیتش؟ این خیلی مهم. چیزای شیری که به بچه داده بودم مثلا کلسیوم بوده احتمالاً. احتمالاً کلسیوم دیپوزیت بوده. بله بله کلسیوم بوده. بله من کلسیوم اصلا نمیتونم بخورم. حالا شما سوالتون از من چی؟ شما میگین برای هورموناتون هم چیزی نمیخواین، یعنی داروهای گیاهی هم نمیخواین بخورین؟ چرا الان دیگه تصمیم گرفتم بخورم چون نمیخوام داروهای شیمیایی هورمونی بخورم. اوکی. من اولین حدسم اینه که یه مقدار زیادی این حالاتی که میگین مربوط به هورموناتون میتونه باشه. دومین حدسم و یا به عبارتی سوالی که از شما دارم، چقدر شما چیزای شیرین دوست دارین و هوس میکنین و میخورین و اگه نخورین اذیت میشین؟ زیاد اهل شیرینی نیستم آقای دکتر، خیلی دوست دارم با چای مثلا 2-3 کشمش بخورم. نه اوکی حرف خیلی خوب. نه همون جوابم گرفت. بعد سعی کنید جوابا رو کوتاه بدین ما زودتر به نتیجه برسیم. الان خوابتون هم احتمالاً خیلی بده دیگه. شبی 10 بار گور میگیرم پا میشم نیمه میخوابم ولی 8 ساعتم رو میخوابم. اوکی عزیزم خیلی خوب. اون وقت شما اضافه وزن دارین یا نه؟ از وقتی که منافات شدم بله. اضافه وزنتون بیشتر شکم ران و بازوهاتونه؟ نه بیشتر تو شکمه. شکمه بیشتر. خیلی خوب. بعد به طور کلی آدمی هستین که خیلی استرس دارین یا نگرانین؟ بله یا... بله همیشه نگرانم. زندگی خیلی سختی داشتم، خیلی خیلی زندگی سختی رو پشت سر گذاشتم، ولی خیلی قوی بودم، خیلی اوکی. ولی یک ساله که داشتم. یک ساله که این حالت رو بیشتر بتون داشت. انگار که یه دگمه رو من بوده که همه رو یکی خاموش کردم، اینطوری شدم. متوجه نشدم منظورتون چیه. یعنی یک ساله که اصلا هیچ اون قدرت و اون مثبت بینی و اون اتفاقایی که تو زندگی برای من افتاده که خیلی تحملش رو داشتم میتونستم اینا رو هندل. بله دیگه این هورمونای شما، این عدم توازن هورمون ها این قد چیز آخر بوده، به قول معروف میگن the straw that broke the camel's back. این رو پشت شطوره هی بار گذاشتن بار گذاشتن بار گذاشتن، بعد یه دونه نی گذاشتن کمری دیگه شکست. شما این موارد ناراحت کننده حالت های روحیتون، استرس ها و نگرانی ها و مشکلات زندگی اینا همه بوده و تحملش هم میکردین تا یه حد زیادی، این حالات هورمونیتون که به هم خوردی یه دفعه دیگه شما رو از پا در آورده و این حالت هایی که الان دارین بهتون علائمی که شما میگین بیشتر برمیگرده به حالت های هورمونی و من فکر میکنم که اگه شما هورموناتون بالانس بشه مشکلتون حل بشه. چیکار باید بکنم آقای دکتر؟ باید بیام خدمتتون؟ چی باید بخورم؟ نه ما با تمام دنیا مشاوره تلفنی داریم، لازم نیست و اگه توی لس آنجلس ایریا یا کالیفرنیا اینجور جا هستین که میخواین بیاین میتونین تشبیه مطب هستم تو کالیفرنیا، ولی
آقای دکتر به من این قرص هورمونی که گفته بودن دونپاز نمیدونم چیه، اینم تو سری کامل من نمیدونم چی. من ببین من فقط راجع به خودم میتونم صحبت کنم، من راجع به پروداکت های دیگه نمیتونم صحبت کنم.